علاوه بر نسل کشی شیعیان در افغانستان و انواع و اقسام محدودیت ها و خشونت هایی که سنی های تندروی طالبان طی 10 ماه گذشته بر عموم شهروندان افغانستانی به ویژه شیعیان هزاره روا داشتند، طبق گفته منابع محلی سنی های تندروی طالبان اعلام کردند که برگزاری مراسم مذهبی توسط شیعیان را منع خواهند کرد. مجمع جوانان شیعه افغانستان روز گذشته طی ویدیو کنفرانسی از نهادهای حامی شیعیان در سراسر جهان خواست دست یاری و همکاری را به سوی شیعیان افغانستان دراز کنند. در همین راستا گفتگویی دارم با مرتضی مطهری، فعال شیعه از افغانستان. سلام آقای مطهری. سلام بر شما و سلام بر تمام بینندگان شبکه جهانی امام حسین علیه السلام. وقت شما بخیر. خوش آمدید. آقای مطهری، در 10 ماه گذشته مجمع جوانان شیعه افغانستان چه فعالیت هایی داشته؟ خوشبختانه تا نیامدن طالبان مجمع جوانان شیعه افغانستان به تمام ولایت افغانستان در سطح ولایتاش و حتی در ولسوالیش برنامه نیک و مثبتی داشت. متاسفانه با آمدن طالبان فعالیت های مجمع جوانان شیعه افغانستان بسیار کم شده و برای فعالیت های ما بسیار قیدات بست شده. وقتی که طالبان کابل تصرف کرد، مجمع جوانان شیعه افغانستان در نقاط کابل و ولایت های افغانستان سقاخانه و هیئت های عزاداری به مناسبت عاشورای حسینی داشت که با آمدن طالبان سقاخانه های ما یا هیئت های ما از سوی طالبان جمع‌آوری شد و حتی پرچم های عاشورایی و محرمی ما از سوی طالبان پایین شد و بعد از اون هم قیدات برای ما وضع شد و بعدا ما تصمیم داشتیم چندین تا برنامه های مذهبی و دینی را در سطح کابل و ولایت برگزار بکنیم که ما وقتی درخواست خود به کمیسیون های امنیتی تحریک طالبان یا سنی های افغانستان پیشکش کردیم، اونا درخواست های ما را رد کردند، گفتن ما به شرایط فعلی تامین امنیت شما را نمیتوانیم. در صورت که تامین امنیت میتوانست و حتی تصمیم داشت که این مراسم را ما برگزار بکنیم، اونا مورد حمله انفجار انتحار قرار بدن و در تمام برنامه ما قیدات بست کرده. به شرایط فعلی ما هیچ گونه فعالیت و هیچ گونه برنامه‌ای نداریم. اگر برنامه‌ای هم داشته باشیم، قبل از قبل برنامه خود را به نهادهای امنیتی دولت سنی های افغانستان پیشکش بکنه که ما به این مناسبت میخوام این محفل برگزار بکنیم، او درخواست ما را رد میکنه و میگه شما اجازه برگزاری چنان محفل ندارید. آقای مطهری، تا کنون چه همکاری و فعالیت مؤثری از سوی نهادهای بین المللی شیعه برای متوقف کردن انفجارها و سرکوب شیعیان انجام شده؟ در شرایط گذشته و در شرایط فعلی هیچ نهاد ملی یا هیچ نهاد بین المللی با مجمع جوانان شیعه افغانستان در راستای تامین امنیت هزاره ها و شیعه های افغانستان و مکان های عمومی همکاری صورت نگرفته و تنها همکاری که ما در این زمینه داشتیم از شبکه جوانی امام حسین بود که چندین بار ما تانستیم صدای مردم مظلوم شیعه افغانستان از این طریق ما بلند بکنیم. دیگه هیچ نهادی با ما همکاری نداشته بود. درخواست مجمع جوانان شیعه افغانستان از نهادهای بین المللی چیه؟ خواست مجمع جوانان شیعه افغانستان و خواست تمام مردم هزاره و شیعه افغانستان از نهادهای بین المللی و ملی نمیست که جلوگیری از قتل و کشتار هدفمندانی که هزاره ها و شیعه هر روز از سوی دولت طالبان افغانستان یا سنی های تندروی افغانستان قرار میگیره از این قتل و کشتار جلوگیری شود. در صورتی که هزاره های افغانستان و شیعه افغانستان میدال آورای افغانستان است. در تمام تاریخ افغانستان اگر اول نمره کانکور است، اگر افتخار آور ورزش است، در تمام علوم و نظام تمام بخش ها هزاره های افغانستان و شیعه افغانستان به افغانستان سهم داشته و همیشه میدال آورده و خواست ما و خواست شایان افغانستان از نهادهای ملی و بین المللی خواستار جلوگیری از کشتار و قتل هزارها در افغانستان است. تشکر میکنم از شما آقای مطهری.